در ادامه بحث حرکت دایره‌ای رسیدیم به نیروی جانب مرکز. ببینید بچه ها، دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم دنیای علت و معلوله. هیچ معلولی رخ نمیده مگر اینکه یک علت فیزیکی داشته باشه. اگر من بر روی خط راست در حال حرکت باشم، تا زمانی که به من نیرویی وارد نشه من به هیچ عنوان حرکتم رو تغییر نمیدم، یعنی نمیتونم تغییر بدم، تغییر نمیکنه. حالا اون نیرویی که به من وارد میشه چه اثرهایی میتونه روی من داشته باشه؟ ببینید، اگر من در خط مستقیم در حال حرکت باشم و نیرویی که به من وارد میشه در جهت حرکتم باشه، سرعت منو زیاد میکنه. اگر نیروی وارد بر من خلاف جهت حرکت من باشه، سرعتمو کم میکنه. اما اگر در حال حرکت باشم و یک نیروی زاویه دار به من برخورد کنه، مسیر حرکت من رو عوض میکنه. پس یادمون باشه، تا زمانی که یک نیرو زاویه دار یا عمود بر حرکت به جسمی وارد نشه، نمیتونه مسیر حرکتش منحنی باشه. و ما داریم راجع به حرکت دایره‌ای صحبت میکنیم، یک منحنی کامل. پس هیچ حرکت دایره‌ای اتفاق نمیفته مگر آن که یک نیروی جانب مرکزی داشته باشه. یعنی یه نیروی باید بهش وارد بشه تا بتونه این دوران رو به وجود بیاره. خب این نیرو از کجا میاد؟ چه چیزی این نیرو رو تامین میکنه؟ جهتش کدوموری هست؟ ما این رو میخوایم بررسی کنیم. ببینید بچه ها، اگر شما بیاد یک دایره رو در نظر بگیرید، جهت حرکت در هر لحظه در حال تغییره و شعاع حرکت ما طوری است که شتاب همواره به سمت مرکز دوران هست. طبق قانون دوم نیوتن، F مساویس با MA، نیرو و شتاب همیشه با هم همجهتن. پس در تمام دوران ها نیرویی که باعث دوران میشه به سمت مرکز دوران هست. ما به این نیرو میگیم نیروی جانب مرکز. شاید بعضی از بچه ها از من بپرسن آقای شابدین ببخشید، این نیروی جانب مرکز چیه؟ آیا یک نیروی خاصه؟ مثلا ما وقتی صحبت از نیروی وزن میکنیم، میدونیم منظور نیرویی است که از طرف مرکز زمین به اجرام اطراف وارد داره میشه. یا مثلا اگر از ما میپرسن که نیروی استکاک رو تعریف کن، خب میدونیم چی هست، فرمولش رو بلدیم، میدونیم که اگر دو تا جسم بر روی هم کشیده بشن بینشون یه نیروی ظاهر میشه که با لغزششون مخالفت میکنه. یا بقیه نیروها، اینا نیروهای خاصن، منشأ مشخصی دارن. میگیم نه، نیروی جانب مرکز یک نیروی خاص نیست، بلکه برایند نیروهای وارد بر یک جسم که به سمت مرکز دوران هست رو بهش میگیم نیروی جانب مرکز و اون وظیفه دوران رو به عهده گرفته. خب اینجا دانشجو سوال میکنه که آقا اگه برایند گرفتیم سمت مرکز دوران نبود چی؟ من هم الان دارم بهتون میگم، یا حرکت دایره یک نواخت دارید یا ندارید. اگر حرکت دایره یک نواخت شکل گرفته و در حال حرکت دایره یک نواخت هست، مطمئن باشید و شک نکنید که حتما برایند نیروها به سمت مرکز دورانه. تأکید میکنم اگر حرکت دایره‌ای یک نواخت باشه. بنابراین هر نیروی جانب مرکزی نیروی خاص نیست، بلکه برایند نیروهاست که به سمت مرکز دوران هست. اما به این موضوع توجه کنید، نیروهایی مثل وزن، گرانش، کشش نخ، نیروی فنر، عمودی سد یا مؤلفه هایی از اونها میتونن این نیروی جانب مرکز رو برای ما چکار کنن؟ تامین کنن. برای مثال، من وقتی میخوام یه مسئله رو برای شما حل کنم، میخوام یک چارچوبی قاعده، یه قرارداد با هم دیگه ببندیم که سعی کنیم در مرحله اول قبل از اینکه به مسئله ها تسلط پیدا کنیم، رو تستا تسلط پیدا کنیم، این چند مرحله رو انجام بدیم. مرحله اول، ابتدا بیاید یه شکل ساده برای خودتون بکشید و تمام نیروهای وارد بر جسمی که در حال دوران هست یا میخواد دوران کنه رو چیکار کنیم؟ رصد کنیم. در مرحله دوم میایم نیروی جانب مرکز رو پیدا میکنیم. چی پرسیدید؟ نیروی جانب مرکز چیه؟ آفرین، همون برایند منظورمونه. یعنی از اون جسمی که داره دوران میکنه برایند نیروهاش رو به دست بیاریم و این برایند حتما باید به سمت مرکز دوران باشه. مشخص میکنیم که الان چه نیرو یا نیروهایی دارن این جانب مرکز رو تامین میکنن و در مرحله آخر قانون دوم نیوتن رو برای نیروی جانب مرکز مینویسیم. خب قانون دوم نیوتن چی بود؟ زیگما اف مساویس با ام آ. البته یادمون باشه که در دوران آ یعنی ویدو، آروم یا آر اومگا دو. پس ما میتونیم از این رابطه در حل مسئله هامون به راحتی استفاده کنیم.
برای مثال نیروی جانب مرکز وارد بر جسمی به جرم 2 کیلوگرم که محیط دایره‌ای به شعاع 8 متر را با سرعت ثابت 4 متر بر ثانیه می‌پیماید چند نیوتن است؟ من از شما سوال می‌پرسم، آیا صورت سوال به ما گفته کله متحرک چیه؟ کجا داره دوران می‌کنه؟ نه، فقط به ما گفته روی یک دایره‌ای به شعاع 8 متر داره دوران می‌کنه، جرمش هم به ما داده. من فکر می‌کنم، میگم آها، تو کتابمون این نوشته بود هیچ حرکت دایره‌ای شکل نمیگیره مگر اینکه نیروی جانب مرکز داشته باشه. این نیروی جانب مرکز چیه؟ نیروی جانب مرکز برایند نیروهای وارد بر جسمه و طبق قانون دوم نیوتن همون زیگما افه. خب این زیگما اف باید برابر چی بشه؟ ام آ. آ چی بود؟ ویدو آروم. من میخوام بچه این نکته رو به خاطر بسپرید، هر وقت در هر تستی از شما پرسید که نیروی جانب مرکز چقدر هست، بدون هر جوری حسابش کنی از نظر مقدار باید ام وی دو آروم باشه. یعنی همیشه مقدار نیروی جانب مرکز برابر است با ام وی دو آروم. نگاه کنید بچه ها، وقتی من میگم زیگما اف مساوی با ام وی دو آروم، زیگما اف یعنی برایند، این براینده جانب مرکزه. خیلی خوب، تو به جای اینکه بری سمت چپ تصاویر رو حساب کنی، بیا سمت راست رو حساب کن، چه فرقی میکنه؟ پس دستمون رو باز بذاریم، بسته به شرایط مسئله عمل کنیم. اگر یه جای نیروها رو داده بود، از روی اون نیروها بریم جانب مرکز رو پیدا کنیم. اگر نیروها رو نداده بود، بریم اون ور تساوی، یعنی ام وی داروم رو به دست بیاریم. مقدارش هر چی باشه با برایند نیروها برابر هست و حتما هم به سمت مرکز دوران میشه. پس اگر من جاگذاری کنم جرم 2 کیلوگرم بود، سرعت 4 به توان 2 16 تقسیم بر 8 و حاصل برابر با چقدر میشه؟ 4 نیوتن. یادتون باشه زیگما اف یعنی برایند، برایند یعنی نیروی جانب مرکز. جسمی به جرم 2 کیلوگرم را به نخی به طول 1 متر بسته و در سطح افق بدون اصطکاک حول یک محور قائم با سرعت ثابت 10 متر بر ثانیه دوران می‌دهیم، نیروی کشش نخ کدام است؟ دقت کنید بچه ها، فرض کنید که من اومدم یه جرم رو با یه نخ به یه میله وصل کردم. من میخوام نیروی کشش نخ رو حساب کنم. من معمولا از بچه ها میخوام زنگ تفریح برید تو حیات، میله پرچم حیات مدرسه‌تون رو بگیرید، با دستتون رو نگه دارید. خب آیا توی دستتون کششی رو احساس میکنید؟ قطعا نه، هیچ کششی نیست. ولی اگر دوره میره شروع کنید به حرکت کردن، حس میکنید که انگار میخواید از مسیر حرکت برید بیرون، اون وقت دستتون یک کششی ظاهر میشه که جلوی دور شدن شما رو میگیره. وقتی این مثال رو میزنم، بچه ها همه یهو میگن آقا همون نیروی گریز از مرکزه که ما رو میخواد ببره بیرون. میگم صبر کنید، ما چیزی به نام نیروی گریز از مرکز نداریم. پس چرا ما میخوایم بریم بیرون؟ راستی بچه ها، اگر من یه سنگ رو به طرف بالا پرتاب کنم، از شما بپرسم که چه نیروهایی بهش وارد میشه، شما در جواب من چی میگید؟ میگه تنها نیرویی که وارد میشه MGه اگه شرایط خلل باشه. میگیم خیلی خوب، این چرا داره میره بالا؟ میگه به خاطر سرعتش. آفرین، اینجا هم دقیقا همینه. وقتی جسم شروع میکنه به دوران کردن، طبق قانون اینرسی دوست داره به مسیر حرکت خودش ادامه بده، مستقیم میخواد به حرکتش ادامه بده. این نخ برای اینکه نذاره دور بشه فقط نگرش میداره. اون چیزی رو که شما احساس میکنید که انگار میخواید از مسیر حرکت برید بیرون، اون نیرو نیست، اون سرعته، اون اینرسیه، ولی حس خوبیه، حتما تو ذهنتون نگرش دارید، خیلی مفیده. میگید چرا؟ دقت کنید، اگر من نیروها رو رأس کنم، یه ام جی به سمت پایین دارم، یه نیرو ان دارم به سمت بالا. حالا این شروع کرده به دوران کردن، وقتی که دوران میکنه حس ما چی بود؟ میخواستیم پرچیم بیرون، کسی ما رو به سمت بیرون نمی‌کشید، نیرویی رو به بیرون وجود نداشت، بلکه اون سرعت بود که می‌خواستیم مسیر مستقیم به حرکت خودمون ادامه بدیم. حالا یه نفر باید باشه نذاره ما بریم بیرون، از دور شدن ما جلوگیری کنه. اون یه نفر کیه؟ آفرین، دقیقاً کشش نخ. حالا این کشش نخ در واقع داره کار جانب مرکز رو انجام میده. آجاب دین ببخشید، مگه شما نگفتید که باید برایند بگیریم؟ خیلی خوب بگیر، ناراحتی نداره که. N و MG هم دیگر رو چیکار میکنن؟ خونسا میکنن. چی میمونه؟ فقط تی. خب برایند شد تی. پس بعضی وقتا میشم که ظاهری هم تشخیص داد کدوم جانب مرکز هست. حالا این نیروی جانب مرکز از نظر مقدار باید با چی برابر باشه؟ همین الان گفتیم MV دو آروم یا MR اومگا دو، بس دیگه به داده های مسئله. اگر من بیام بنویسم تی مساویس با MV دو آروم،
و جای وی و ام مقدارش رو قرار بدم، حاصل برابر میشه با 200 نیوتن. جالبه که بدونید بچه ها، آزمایش میل پرچم رو حتما انجام بدید. وقتی سرعتتون زیاد میشه کشش دستم بیشتر میشه، همین که سرعت کم میشه کشش هم کم میشه، وقتی وای میسید دیگه کششی نداره. یعنی نیروی جانب مرکز به سمت مرکز دوران هست، ولی به هیچ عنوان جسم رو به مرکز نزدیک نمیکنه. ظاهر میشه که جسم دور نشه، نه اینکه بخواد اونو نزدیکش بکنه. پس یاد گرفتیم نیروی جانب مرکز وظیفش اینه که از دور شدنش جلوگیری کنه. اینو داشته باشید تو ماهواره ها لازمش داریم. سوال بعدی، وزنی به جرم 2 کیلوگرم به فنری به طول 40 سانتی متر بسته شده و بر روی یک سطح بدون اصطکاک در حالت تعادل قرار دارد. وقتی میگه تعادل یعنی برای نیروهای صفره. اگر وزنه با سرعت ثابت 3 متر در ثانیه در سطح افق حول یک محور قائم دوران کند، طول فنر 10 سانتی متر افزایش می‌یابد. ثابت فنر در SI کدام است؟ گزینه‌ها را هم به ما داده. خب ببینید بچه ها، من یه فنر رو سطح افق داشتم، طولش 40 سانتی متر، جرمش 2 کیلوگرم، در حال تعادل. اگر نیروهاش هم رصد کنی برای نیروهاش چند میشه؟ صفر میشه. حالا اگه این شروع کنه به دوران کردن، وقتی دوران میکنه جسم میخواد بره بیرون، سرعتش میخواد اونو ببره بیرون، فنر کش میاد. چند سانتی متر؟ 10 سانتی متر. یعنی در هنگام دوران طول فنر از 40 سانتی متر به 50 سانتی متر تغییر میکنه. اگر من نیروها رو رسم کنم، یه ام جی به سمت پایین، یه ان به سمت بالا، حالا وقتی این دوران میکنه این میخواد بره بیرون، نه اینکه کسی اونو ببره بیرون ها، نه، سرعت دورانیش باعث میشه که تمایل داشته باشه به مسیر حرکت خودش ادامه بده. همین هم باعث میشه فنر کش بیاد. حالا یه نفر باید جلوشو بگیره نذاره بره. اون کیه؟ جانب مرکز. یعنی براینده نیروها. نیروی جانب مرکز رو در اینجا فنر تامین میکنه. چرا؟ چون ان ام جی رو خونسا کرد. حالا اگر من بنویسم نیروی جانب مرکز برابر با نیروی فنر هست، میتونم خیلی راحت بگم نیروی فنر مساوی است با کا دلتا ایکس. دلتا ایکس یعنی تغییر طول فنر. راستی، شعاع دوران ما برابر با 50 سانتی متر میشه. بعضی از بچه ها اشتباهن اون 40 رو قرار میدن. یادتون باشه بچه ها، اونجا هنوز دورانی شکل نگرفته. زمانی که طول فنر افزایش پیدا کرد دایره شکل گرفت. پس شعاع دوران 1/2 متر. نیروی جانب مرکز کا دلتا ایکس. خب این نیروی جانب مرکز که کا دلتا ایکس باید برابر چی باشه؟ ام وی دو آروم. هر چی داریم جاگذاری میکنیم کا به دست میاد. کارو نداریم، جای دلتا ایکس 1/10 میذاریم، مساوی است با جرمش 2، سرعت 9 هست، چوام 1/2. اگر سادهش کنیم 360 نیوتن بر متر. ببینید بچه‌ها، اگر شما اشتباهاً 40 رو قرار میدادید، جوابی که به دست می آورید تو گزینه‌ها بود. اگر همین 50 رو قرار میدادید ولی تبدیل واحد نمی کردید، باز یه عددی به دست میاد گزینه‌ها هست. اگر همین کارها رو انجام میدادید به جای 1/10، یعنی بر حسب متر 10 سانتی متر می نوشتید، باز هم عددی که به دست میاد تو گزینه‌ها بود. پس دقت داشته باشید، بعضی وقتها تستا طوری تر میشن که شما هر اشتباهی رو انجام بدین جوابش تو گزینه‌ها باشه. سوال بعدی، وزنه به جرم ام را از فنری با وزن ناچیز آویزان می‌کنیم و در حالت تعادل طول فنر به ال می‌رسد. این وزنه را به همین فنر بسته و روی سطح بدون اصطکاک در یک سطح افقی به دوران در می‌آوریم و سرعت دوران را به تدریج افزایش می‌دهیم تا طول فنر، یعنی همون شعاع مسیر دوران ما، به ال برسد. در این حالت اندازه وی سرعت خطی وزنه از کدام رابطه به دست می‌آید؟ ببینید بچه‌ها، شما فرض کنید من یه فنر رو از سقف آویزان کردم. این فنر بدون جرم فرض شده، یعنی طول اولیه خودش رو داره که ال هست. اگر یک وزنه‌ای به جرم مشخص رو بهش آویزان کنم، طول فنر افزایش پیدا میکنه و میرسه به طول ال. در حالت جدید طول ثانویه ما برابر با ال هست. اگر من نیروها رو رسم کنم، قطعا یه نیرو به سمت پایین دارم که ام جیه، یه نیرو دارم به سمت بالا که افه. و این شکل کاملا به من نشون میده که نسبت به حالت اول به اندازه دلتا ال تغییر پیدا کرده. چی؟ طول فنر. و حالا به تعادل رسید. در حالت تعادل برایند نیروهای وارد بر جرم این وزن و فنر باید چی باشه؟ برابر باشه و صفر بشه. پس من میتونم خیلی راحت بگم F با MG برابر. البته F هم همون KX یا کا دلتا X هستش، دلتا L که در واقع تغییر طول داده. من همین فنر رو آوردم روی سطح افق قرار دادم و شروع به دوران کرده. وقتی داره دوران میکنه طولش برابر با L شده.
حالا در این حالت من میام نیروهاشو رسم میکنم، چون اون که دوران نکرد، اون تعادل بودش، ولی اینجا داره دوران میکنه. اگر من نیروهاشو رسم میکنم، یه نیروی MG، یه نیروی N به سمت بالاست و جسم موقع دوران دوست داره از مسیر حرکت بره بیرون. یه نفر باید باشه که از دور شدنش جلوگیری کنه. اون یه نفر کی هست؟ فنر. نیروی فنر به سمت داخل در واقع از دور شدنش جلوگیری میکنه و همین نیروی فنر جان مرکز رو تامین میکنه. دلیلش هم اینه که NMG رو خونسا کرده. حالا اگر من بیام جانب مرکز رو مساوی MV2 آرام قرار بدم، جای F میتونم بنویسم K دلتا X مساوی با MV2 الوم. متو یادتون باشه این K دلتا X یعنی نیروی فنر به دو عامل بستگی داره: یک، ضریب سختی فنر، دو، تغییر طول. اگر شکل‌های دو حالت رو با هم مقایسه کنید، تغییر طول‌ها با هم برابرن، چون هر دوتا فنر طولش به L رسیده. این همون فنره ها، یه بار آویزونش کردیم، یه بار داره دوران میکنه. پس تغییر طول یکسانی داره، جنسش هم که عوض نشده. پس کادلتا ایکس حالت دوم همون مقدار کادلتا ایکس حالت اوله. یعنی من میتونم ام جی رو بیارم جای این قرار بدم و اگر این کار رو انجام بدم، ام جی برابر میشه با ام وی دو الوم، اما با هم خط میخورن و حاصل وی دو میشه ال جی، که اگر از طرف این جذر بگیریم رادیکال ال جی جواب این تست میشه. سوال بسیار جالب و ساده.